درود بر شما، به کانال خودتون خوش اومدید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و برای حمایت از ما یک کامنت انگلیسی بذارید که یوتیوب فکر نکنه شما رباتین. زنگوله رو هم فعال کنید. سید اصغر رخصفت از اعضای فداییان اسلام و عضو حزب مؤتلفه اسلامی در مصاحبه‌ای با مجله اندیشه پویا در تیر ماه 1397 میگه پیش خلخالی رفتم، شرایط رو توضیح دادم و گفتم ما آمادگی نگهداری زندانیان رو در مدرسه رفاه نداریم و خوب شما 50 نفر رو اعدام کنید تا هم اینجا خلوت بشه و همین که درس عبرت سایرین بشه. سید اصغر رخصفت میگه خلخالی انسان قاطعی بود و بلافاصله دستور اعدام این 50 نفر رو صادر کرد. ناصر زرافشانی وکیل دادگستری و متخصص در پرونده‌های سیاسی میگه در قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 66 نفر کشته شدند نه 4 نفر و این قتل‌ها خودسرانه هم نبودند. ناصر زرافشانی وکیل خانواده‌های مقتولان قتل‌های زنجیره‌ای دهه 1370 گفته کسانی که در قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند و من برای اثبات آن اسناد و مدارک کافی داشتم حدود 66 نفر بودند. بعد گفتند 6 نفر و از همان هم 4 نفر را مطرح کردند. او افزوده متهمان قتل‌های زنجیره‌ای در دادگاه رسما می‌گفتند رو بودن و حذف این مقتولان در شرح وظیفه کاری آنها بوده و قتل‌ها برنامه‌ریزی داشت و خودسرانه نبود. سپهبد محسن مبصر رئیس شهربانی کل کشور در این فایل صوتی میگه نواب صفوی همجنس باز بوده. همسلول شدن با یک پسر بچه آخرین تقاضای یک تروریست سید مجتبی نواب صفوی که برآورده شد. نام آن پسر بچه محمد مهدی عبدخدایی یا همان محمد مهدی عبدخدایی زاده اردیبهشت ماه 1315 در مشهد سیاستمدار ایرانی است که از اعضای تشکیلات بنیادگرای شیعه فداییان اسلام بوده و هم اکنون دبیر کل جمعیت فداییان اسلامه. از اقدامات او میتوان به ترور نافرجام حسین فاطمی وزیر خارجه محمد مصدق در سال 1330 اشاره کرد. در هر صورت من رفتم از شهربانی نواب صفوی رو تحویل گرفتم و آوردم فرماندهی. خب این یه آدم خیلی واردی بود، دفعه اولی نبود این کار کرده بود و میدانست که چیزی فایده نداره، هرچی هم بکنه خب محکومیت خواهد داشت به علت قتل و ترورهای متعددی که به دستور و انجام شد. بعد از خوب یادم وقتی آوردن دفتر من گفت که من اجازه نماز میخوانم، گفتم میخوام، گفتم خیلی بهتر ما همون دفتر نمازش خوند و حتی گفتم که اینجا آقا اون وقت در محفل چی در بهایا بود دیگه، فرماندار نظامی این حضرت القدس رو اشغال کرده بود، فرماندار نظامی اونجا بود. بعد گفتم اینجا اسبه ما قصب کردیم و نمیدونم نماز چیزی، گفت که نه چون از چیز کفار گرفتین و نمیدونم از این حرفا، بالاخره نمازش رو خوند و بعد بازجویی شد، زندانی شد و طبق معمول بازجویی شدن. و اینجا من معمولا میخوام یه چیزی بهتون بگم که برخلاف تبلیغاتی که حالا میکنن و برخلاف اون چیزی که اون وقتا تو حزب توده و کمونیست چیز میکردن، تلنگری به این چیز سید زده نشد، حتی تلنگر با کمال احترام با اشرف دار میشدن. ولی بعد از یک ماه متوجه شدیم که افسرهایی که مأمور افسر فرماندار نظامی بازجوی فرماندار نظامی که مأمور بازجوی از این هستن نمیفهمن این چی میگه، چون نمیتوانن، تخصص ندارن در امور اسلام و به این جزئیات از این حرفای اسلام به اون جهت نمیتوانستن، از لحاظ صلاحیت هم نداشتن از این باز. از طرف فرماندار نظامی و ارتش به من مأموریت داده شد که من اینو بازجویی کنم، چون من مطالعات در این مورد داشتم و در حدود فکر میکنم یه ماه من هر روز از این سوالاتی میشردم جواب رو در محیط بسیار بسیار دوستانه، بسیار بسیار محیط دوستانه منوزه برمارین، البته ریشش کشف نشد، یعنی با مدارک کشف نشد، ولی خب تزش خودش گفت همونطور که عزیز شدم تزش عبارت بود از جهاد انفرادی.
و اعتراف صریح کرد که این تمام این چیزها را ترورها را این اغوا کرده، این اشخاص انتخاب می کرده، این اسلحه می خریده می داده، این دستور تمرین می داده و این تبلیغ می کرده و تلقیم می کرده و شوی مغزی می داده فقط با زبون. و برای ما اون وقت کافی بود این مسئله که پروندهشو بدیم به دادرس. ارتباطی من خودشون رو آیت‌الله کاشانی داد که اصلا رئیس ما ایشون هستن؟ نه، البته رئیس شونم ایشون نبودم ولی پشتیبانی میشدن تقویت میشد. همچنان که اگر نظرتون باشه ممکنه شما یادتون نباشه وقتی که دماسیبی ترور شد چیزو کشت رزمارا رو بعد از اون مجلس زمان مصدق مجلس اینو تبریه شد و عکسی من دیدم در چیز و دارم هم در تهران که آیت الله کاشانی اون وقت رئیس مجلس بود بدون اینکه بره به مجلس آیت الله کاشانی دستشو گذاشته روی سر طهماسبی به علت اینکه تقدیسش به علت تحسینش بود و بعد از اینکه بازجویی کامل شد تحویلش داده به دادرسی ارتش و دادرسی ارتش هم محاکمه کرد و رو محکوم. یک جریانی را من باید اینجا بگم در مورد نواب صفوی، در مورد اینکه اینها که خودشون رو مجهز کرده بودن به دین اسلام دروغی چه جور آدم هایی بودن و چه نوع فکر می کردن. نظرتون هست که فاطمی وزیر امور خارجه مصدق را هم چیزه همین فدایان اسلام شد ترور شد؟ نه، سر چیز بود مثل شما مراسم حف یا مثلا عزاداری چیز ختم محمد مسعود تا اونجا که یادمه فاطمه سخنرانی میکرده و یه بچه نابالغی بهش تیراندازی کرد و به شمش اصابت کرد و تا آخرم معلول شده بود. اسم این پسر جوان یعنی بچه یادم رفته ولی یادم میفته خواهم گفت چون خیلی حساسه اسم. همیشه یادم بوده یادم رفت. وقتی که ما این پسر جوان هم این بچه هم جزو فدایان اسلام بود به علت صغر سن چیز نشد کاری نتوانستن بهش بکنن و در دار تعدیب زندان شد چون اعدام نمی کنند. نواب صفوی رفت به دادرسی ارتش و پروندهش رسیدگی شد و یک روزی به من گفتن که نواب صفوی میخواد با شما ملاقات کنه. منم فکر کردم خب یعنی کاری داره دیگه. گفت با همه این چی دیگه هیچ کارش به من مربوط نبود، تمام شده بود. ما فقط مجرمین رو میگرفتیم و بازجویی های میکردیم و کار بازپرس قانونی رو تسهیل میکردیم، مدارکی جمع‌آوری میکردیم میدادیم دست دادرسی ارتش، اون وقت بازپرسی میکرد و بعد هم محاکمه میکردن و تصمیم. در این مرحله دیگه ما با متهم هیچ کار نداشتیم، اصلا هیچ کار نداشتیم. ما آزا گفتم خب بشین بیا. اومد و گفت که خیلی با هم برخورد خوبی داشتیم، همیشه برخورد خوب داشتیم، پا شدیم دست دادیم همدیگه رو بوسیدیم، یه اینطور برخوردی داشتیم با چیز. گفت که من اومدم امروز یک تقاضای از شما کنم اگر بتونم انجام بدم. گفت شما میدونی که آخرین تقاضای درخواست محکوم به اعدام رو باید بپذیرید. گفتم که اولا این که شما معلوم نیست محکوم به اعدام بشین، هنوز من اطلاع ندارم شما محکوم به اعدام شدین و ثانیا هم شما عوضی اومدین، اون تقاضاتون رو باید از دادستان بکنین از من چه رئیس داد فرمان دارین. گفت نه من محکوم به اعدام هستم و خودتونم میدونین بالاخره منو خواهن کشت و من یه تقاضا دارم. گفتم حالا اون تقاضاتو بگو. گفت شما میدونین چه یه زندانی دارین در دار تعدیب. بعد گفت که من میخوام این دو هفته آخر عمرمو با این شخص هم زندان. و من بعد بدم اومد یعنی به این برخورد چون فوراً فهمیدم که برای چی میخوادین چیز، برای چی میخواد با این همجنس باز بود. نواب صفوی به همجنس باز بود و اینم بچه بود و خب بچه جوانی بود و خوشتشم و صاف ساده و اینا میخواست با این باشه. بعد گفتم که خب به من چه مربوطه، حالا بذار ببینیم چی میخواد بود. من اینو صحبت کردم و اجازه داده شد که این در زندان با اون هم زندان بشه. منتها هم چیز کردیم، میکروفون گذاشتیم،
و هم وسایل عکاسی فراهم کرد. در این دو هفته هر کاری کردن هم ضبط شد و هم عکس برداشته شد. وقیحانه ترین و مشمئز کننده ترین کارها رو این دو نفر با هم می کردن. هر شب، هر و هر روز. البته این محکوم به اعدام شد و اعدامش کردن. این ضبط رو پروندهش تو دادرسی هست. چیز با مزه ای که میخواستم بگم این بود. همین پسر بچه بعد از انقلاب خوف شده بود مردی برای خود و وکیل مجلس، نماینده مجلس شد. نماینده مجلس شد. یه روز در ضمن اسمش رو باید بگم، حتما باید بگم چی یادم، در یکی از سخنرانی هاش در مورد عفت و عفت عمومی و حمله کردن به اونهایی که بی‌ناموسن، اونم بند بساط از این حرفا، داده سخن داده بود و مرتب راجع به مسئله عفت و عصمت زن و مرد صحبت می‌کرد. این نشان دهنده، مثال زدن نشان دهنده کاراکترهای، یکی از کاراکترهای شخصی آقای نواب صفوی و به نظر من اکثریت، نه همه، نمیتونم بگم اکثریت روحانیون ما. اینو خب این شخص که این صحبت ها رو در مجلس کرده بوده خودش اطلاع داشته که این همچین پرونده‌ای و عکس و اینها در بالاخره در فرمانداری نظامی وجود داشته؟ من تصور نمی کنم اطلاع داشته باشه، ولی اگر اطلاع داشته باشه حتما بردن، از بین بردن اون چیزا رو نمی زدن اینطور چیزا باشه. می دونن الان رئیس چیزی مسئول سازمان فدایان اسلام در تهران آقای خلخالی، خلخالی جانشین نواب صفوی، و اون جهت هم خیلی زیاد مشتری من هست آقای خلخالی، چه خدمتشون برسه. بعد این بود تفصیل دستگیری نواب صفوی و ایدئولوژیش هم که تا حدود گفته شد، ولی وابستگیش به یک قدرت‌های خارجی که خیلی مهمه. من فکر میکنم که همون وابستگی که به طور کلی این اخوان المسلمین داشتند، عین همون در مورد فدایان اسلام هم صدق. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.